افتتاح ساختمانی چند طبقه برای طبقه بندی ایده هایی که به دنبال تبدیل شدن به محصول هستند. ساختمان ابن سینای دانشگاه امیرکبیر امروز افتتاح شد تا خانه‌ای برای نخبگان جوان کشور باشد. شرکت های دانش بنیان، آزمایشگاه های مرکزی و پژوهشکده هایی هستند که در یک کامپلکس یا در یک ساختمان گرد همدیگه اومدن، برای همدیگه سینرژی ایجاد میکنند و این همافزاییشون میتونه در واقع باعث کارایی دوچندان این واحدا بشه. در ادامه با حضور معاون اول رئیس جمهور به روزترین اتاق تمیز کشور که در حوزه‌های مختلف علمی و آزمایشگاهی اهمیت فراوانی دارد هم افتتاح شد. آقای جهانگیری در خلال صحبت‌هایش گفت دولت در تمامی سطوح از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند و افتتاح چنین مراکزی اشتغال زایی را در کشور افزایش خواهد داد. هیچ دولتی قادر نیست در بخش دولتش و در بخش غیر دولتش این تعداد فارغ التحصیل دانشگاهی رو بگه من در طول سال میتونم کار براش فراهم بکنم، الا اینکه ما این رو تبدیلش بکنیم به کارآفرین. همین ابتدای کار بیش از 100 محصول دانش بنیان که توسط دانشجویان و پژوهشگران ایرانی ساخته شده در این ساختمان حضور پیدا کرده، برای انگیزه دهی به کسانی که معتقدند میتونند با ایده های نو کالای ایرانی و دانش بنیان بسازند. اینا زخپوش های پلیمری هستن، بر پایه بیو پلیمر ها هستن که هر نوع دیفکت پوستی رو توانایی درمانش داره. اینو باعث میشه که سرعت روند ترمیم زخم خیلی بیشتر بشه. یه مجموعه 17 نفره کار رو شده نزدیک یک سال که خب یه ربات خوشامدگو هست، ربات سرویس رسان هست و مجموعه از ربات ها برای اهداف خاصی ساخته شده. دانشگاه ها امروز از مرحله آموزش عبور کردند و وارد فضای تاثیرگذاری در تمامی حوزه های اجتماعی و اقتصادی شدند. رئیس دانشگاه امیرکبیر نیز امیدوار است با افزایش ساختمان هایی مثل ساختمان ابن سینا این دانشگاه به زودی جز 17 دانشگاه برتر جهان در حوزه کارآفرینی قرار بگیرد. ما با یک اتاق کوچک، با یک میز کوچک در اختیار چند تا جوان قرار میدیم. این جوان ایده های خودش رو میتونه در واقع پیاده کنه، در یک عبارت کارآفرین باشه و خودش نقش ایفا کنه در اقتصاد کشور.